سلام عزیزان، امیدوارم که عصر پنجشنبه خوبی رو داشته باشین و لباتون خندون باشه، دلاتون شاد باشه. امروز یه مقدار روزمون ابری هستش، سرده. اینشالله که گرم باشین توی خونه هاتون. کرسی نمیگم چون که ما اینجا تو آمریکا کرسی نداریم، ولی خب امیدوارم که خونه هاتون گرم باشه مثل دلاتون. دوباره این هفته هم یه برنامه داریم و من در خدمتتون هستم این دفعه و یه مهمون عزیز دارم. خواهرم با من این برنامه رو همراهی میکنن، خانم سحر، اگر که دوربینا رو داشته باشیم. بله سلام دوستان، من سحر هستم، خواهر سپیده، خواهر بزرگتر سپیده. امروز دوست داشتم که همراهی کنم با ایشون برنامه شون. مرسی. خب همونجور که میدونید بهتون گفته بودم قبلا که من کار فشن دیزاین میکنم، ولی تنها من نیستم که این کار رو انجام میدم. سحر خواهرم همچنین فشن دیزاینر هستن، در ایران دبیرستان رو که تموم کردن، درسته؟ دبیرستان هنرکده چی بود؟ هنرکده آمنه بود در شهر اهواز، لباس و خیاطی، و بعد هم حدود یک سال نیم دانشگاه شریعتی فشن درس خوندم و تموم نکردم، ولی طی سالهای گذشته خب کارهای زیادی کردم. درسته. اینجا ادامه داد. اینجا ادامه دادم. یه مدتی توی شرکت ادهاردی کار میکردم از فشن دیزاینر، قسمت ویمن و قسمت بچه ها و کار پترن یا همون الگو رو براشون انجام میدادم یه مدتی. بعد هم که شروع کردیم، من و سپیده با هم یه لاینو با هم درست کردیم که الان در دست کار هست هنوز و هنوز تمام نشده، ولی به زودی ما من کلی اکسایتدم، به زودی این لاینمون در میاد که دوتامون خیلی اکساید هستیم که اینو با شما دوستان عزیز شیر کنیم. دقیقاً. و یه فشن شو خواهیم داشت که حتما پراتیم در واقع این فشن شو رو بهتون میدم اینجا که دوستانی که دوست داشتن تشریف بیارن و ببینن کارهای ما رو، و اگرم نه حتما ویدیوهاشو اینجا خواهم آورد. و بجز این حالا کلی برنامه دیگه دارم با سحر. امروز دوست داشتیم که براتون یه مقدار درباره مدای جدید 2015 و فشن شوهایی که توی نیویورک فشن ویک و فرانسه انجام شده رو براتون چند تاشون آوردم که دوست داشتم اینا رو براتون بذارم و با هم دیگه مقدار دربارشون صحبت بکنیم. ولی قبل از اون با هم دیگه بریم یه موزیک ویدیو از خانم کریستینا آگیلرا ببینیم با هم دیگه، و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید. به به، اینم از موزیک ویدیویی که با هم دیگه دیدیم. چقدر موهاش قشنگ بود، رنگاش. الان رنگا همه مد شده توی موها، یا اکستنشن میکنن یا رنگهایی که رنگهای کالر کندی بهشون میگن. اینجا صورتی بنفش خیلی مد شده، آبی فیروزه‌ای، سبز، رنگای تا رنگای فسفوری، رنگایی که خیلی چیزن. اکریل خیلی مد شده، پارچه‌های پیچ اسکن برگشته. اون پارچه‌ها بودن براق بودن، میپوشیدن همش. اون موقع مسخره میکردیم، میگفتیم جواد، الان دوباره اینا همه برگشتن، همه مد شدن. سو آماده باشین، هممون جواد میخوایم بشیم. آره. البته خب من بی احترامی نمی کنم، ولی خب منظورم اینه که ایران همیشه همه وقتی میخواستن یکی رو بگن مثلا خیلی شده بودن جواد. حالا ما کاری به اسم جواد نداریم، جواد خیلی اسم قشنگه، حالا هرچی میخوام درستش بکنم درست نمیشه. خلاصه خب یه دونه فشن شو براتون آوردم. مونیک لولل هستن که یه سری لباسای بسیار بسیار زیبایی رو که طراحی کردن. ولی این فشن شو رو توی یادم نیست نوشته بود زیراشون کدومشون نیویورک بود، آره، یا یه سریاشون فرانسه هستن. و یک مقدار از لباسایی که سال آینده تابستون و بهار آینده چجوری لباس میپوشن مردم و توی بازار چی خواهد اومد، چه رنگایی، چه پارچه‌ای، چه مدل و مویی، اینا رو با هم دیگه مقدار مرور میکنیم و بعد دوباره هستیم باهاتون. بریم این فشن شو رو ببینیم و بعد دربارش صحبت میکنیم. منتها همه‌شو نمیبینیم خانم کارگردان، یک مقدارشو. مونیک لولل پلیز. من هی داد میزنم. Thank you.
اینم از فشن شویی که گذاشتیم براتون. البته خب من اسم اشتباهی گفتم، این فشن شوی آقای زهیر مراد بودش که یه آقای میدلیستی هستن که این لباسای عروس رو طراحی میکنن و چقدر لباسای عروسشون زیبا بود. چه فکر میکنی سهر جون درباره لباساشون؟ لباسای عروسی که امسال هست بیشتر گیپور با دیتل فراوون، معمولا آستینا رو لخت نمیبینی، معمولا گیپورای بدن نما هستش که درست. الان توی لباسای شب هم خیلی این مود شده، رنگای مختلف استفاده میکنن و تور و شیفون هم خیلی استفاده میکنن، نمیدونم ملیح تر شدن، خیلی کمتر از ساتن استفاده میکنن امسال، براق نیستن لباسا، ماتن تقریبا بله. آره. ولی سعی میکنن از کارهای امبرویدری روی لباسا خیلی استفاده میکنن، کارهایی که خیلی براقیت آنچنانی فقط نداره. فقط موهاشون هم اگه توجه میکردی آبدوهای موشون یه مقدار پایین‌تر بود، خیلی بالا و خیلی کار شده نبودن، گلای موشون تقریبا تل بود روی سر، جای آنچنانی بیشتر ملیح باشن، ملاحت عروسو خود عروسو، من نه اینی که مردم جلب توجه بکنن به لباسشون، در واقع لباساشون زیبا هست منتها خب در همین حال، ولی بیشتر خودت اون عروس خانم در جلوه میزنه و توی چشم هستش. جانم مونیک لولل میشه. خب ویدئوی بعدیمونو اگر که پیداش بکنیم هستش مونیک لولل، اگه مریم خانم بتونم پیداش بکنم من اونجا گذاشتم براشون، ولی اگر پیدا نکردیم میریم ویدئوی فشن شو بلومارین رو نگاه میکنیم که بازم که حالا یکم درباره مد امسال حرف بزنیم که تقریبا بازار الان خیلی پر شده در لباس عمر مامانینا. چه زمانی به حساب میاد؟ ایدیز بهشون میگفتن 70s تقریبا. آره سالهای 70 لباسای نیم کلوش، لباسای کلاسی، یقه های باز قایقی با پیرنهایی که فون ماننده الان خیلی مد شده. دارن سعی میکنن که لباس ها رو از اون حالت چسبندگی و تنگ در بیارن، کوتاهیشون هم حتی لباس هایی که بلندتر، لیدی لوکینگ تر دارن درست میکنن، لباس های فون تنگ، بدن نما خیلی نیستن لباس ها الان، بیشتر از جنس های پارچه هایی که کلوفت هستن، مثل پارچه هایی مثل مخمل، پارچه های مخمل الان خیلی مد شده، پارچه هایی که خیلی بدن نما نیستن ولی خوب میشنن توی تن، فیتشون قشنگ در میاد. دقیقاً. و پارچه های پلاستیکی هم خیلی مد شده، اونا رو بیشتر یانگر جنریشن، بچه های بین 18 سال تا 25 سال اینجوری ها بیشتر این لباس ها رو میکنن، خیلی رنگ های آمیخته. دقیقاً. پارچه ها دوباره شلوار ها پارچه هاشون گشاد شده، پارچه های شلوار های چی بشون بیتلی میگفتن مثل اون زمان، مدل های موی خیلی بزرگ و پفدار، آرایش ها دیگه سایه چشم ندارن مثل من که الان کلی سایه چشم دارم، خط چشمایی خیلی خیلی کلفت میکشن، با پشت چشما رو کاملا رنگ خیلی سفید میزنن و لبای درشت و ولی رنگای مات دیگه براق نمی کنن چیزا به قول معروف آرایش هاشونا. و کفشا دیگه کفش پلتفرم مد نیست، کفشا همه کفش نوک ساده نوکباریک و ساده، پاشنه‌های خیلی بلندم آره پاشنه‌هاشون دیگه خیلی بلند نیستن، مثلا 20 سانت نبود آره دقیقاً، تخم مرغی کیفاشون هم چیز شده یه مقدار، مدل قلب مدلای قلب در آورده بودن و کلی کیفای دستی، کیفایی که توی دست میگیری معمولا الان مد شده، سامسونت لوک دیگه، کیفایی که بهشون میگفت روی شونه میندازن و اینا خیلی مود نیست، یا دست میگیریم یا روی دست میندازیم. اینا هم خانم کارگردان، ما این ویدئویی رو که میخواستیم داریم یا نداریمش؟
بلومارین. اوکی بریم یه فشن شو با هم دیگه ببینیم. اسم این کمپانی هستش بلومارین که یه سری لباس اگه اشتباه نکنم لباسای کژوال ولی در عین حال یه مقدار شیک‌ترن. چیزی که شده در 2015 متاسفانه سالهای گذشته یه مقدار تیپ بچه‌ها رو تامبوی کرد، یه مقدار همچین لباسای گشاد و افتاده یا خیلی تنگ و بد مدل به قول من بهشون میگم بد مدل، یا اینی که خیلی خیلی گشاد آویزون از همه طرف ناجور و رنگای پاشیده و نوشته های بزرگ و آره شیک نیستن. امسال چیزی که شده که 2015 یک مقدار به فمینن بودن زن خیلی روی این تاکید میکنن که زن باید فمینن باشه، یعنی زنیت خودش رو باید نشون بده و در این حال باید لیدی لوکینگ باشه، لباساش باید شیک باشه، خیلی لخت نباشه، خیلی چه میدونم کوتاه نباشه و زیبایی خود طرف رو چی میگن از درون بشناسن زنها رو. سو بریم با هم دیگه این فشن شو رو ببینیم و بعد دوباره در خدمتتون هستیم. You've got the music in you.
I would steal you from your girlfriend. Get filtered to the secret side. Fed and raised by the fourth sky. Alone as we fly. Let's keep this between you and me. خب اینم از این و کدوم بودین؟ آها بلو مارین بودش. این فشنشا رو با هم دیگه دیدیم که دیدین که لباسا زیاد چسبون نبوند. حالا بماند که اینا پارچه آستری کم آورده بودن، هیچ کدوم از اینا آستر نداشت، یکم بودجهشون تایید بود، کم بود، پولشون زیاد نبود. ولی دیدین که لباسا یه مقدار آستیندارترن، یه مقدار چسبونتر نیستن، یکم یقه ها بسته تر، زیاد باز نیست و بیشتر روشون کار شده، گل، پروانه است، رنگای قشنگ و ملیح‌تر و چیزتر هستش. لباس اسمشون چی بود اون خواننده، نه خواننده، هنرپیشه، جورج کلونی، نامزدش هم همین چیز درست کرده بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، روز بعد از عروسیشون. پیرنش تقریبا توی این مایه چند تا پیرنهای آخر بود که تمام جلوش گل داشت و پخش بودن. لباس گلدار خیلی مد شده. حالا چه از نظر اینکه گلها رو روی خود لباس کار کنن یا اینکه پارچه گلدار باشه، ولی اینی که عاشق پارچه گلگلی هم، ولی اینی که دارن این پارچه ها رو ساده استفاده میکنن و گل های مصنوعی روش چسبوندن یا پارچه روش چسبوندن، معمولا گلایی که با سیلک هستش، با ابریشم، گلای ابریشمی خیلی مد شده که روی لباس ها عرض میکنن. به نظرم خیلی چیز قشنگیه. الان خیلی چیز شیک واسه این که الان یه جوری شده بود که تو این چند سال گذشته همه لباسا فقط یه تیکه پارچه رو برمی داشتن، یه تیکه پرینت می‌زدن روش و میگفتن تحویل بازار میدادن، میگفتن بیا بپوش این مدیه که امسال ما واسه شما آوردیم. و من فکر نمی‌کنم یه چیز قشنگ‌تر از طبیعت که زیبایی خودشو داره و رنگ‌های طبیعت زیباترین رنگ‌هان، و چرا که نه که ما توی این لباس اینو توی لباسا استفاده نکنیم، چرا که اینا رو روزمره نپوشیم، چرا حتما باید واسه عروسی و مهمونی باشه، چرا حتما باید مثلا واسه کاکتل پارتی این لباسا رو بپوشیم، و چرا اگه من میخوام امروز برم سر کار یه لباس خوشگل گلدار قشنگ چی میگن که آدم دلش شاد بشه؟ آره خب نیست گلدار. هنوز نیومده، هنوز تو بازار نمیده چون که ما زیرین ما نگرفتیم، من سیاه پوشیدم شما این رنگی بود، بعد هم اینقدر سرده اینا رو ما بپوشیم همه میچاییم، چی میگن سرما میخوریم.
خیلی خب سحری، من خواهرم اینجوری سن همیشه میگم سحری یا سحری یا سحر خانوم وقتی ناراحت، خانوم سحر، حالا مثلا ناراحت شدم از وضعش. سحری بریم یه موزیک ویدیو دیگه هم ببینیم از همون خانم کریستینا اگیلرا، کندی من، که این لباس سالای 70 رو میپوشه، جوری که اینا لباس میپوشیدن و موهاشون رو درست میکنن و آرایشاشون. این موزیک ویدیو رو واسه اینا آوردم چون یه مقدار ریلیتد هست. سو آرایشاتون رو آماده بکنین و موهاتون رو که و بیگودی بخرین، چون که بیگودی لازم خواهید داشت. دقیقاً بیگودی ها دوباره برگشتن و اتفاقا خیلی خوبه که دوست دارم من عاشق بیگودی بپیچین اینجوری رو سریع ببندین روش توی خونه رو جارو بکنین. این هم از خانم کریستینا اگیلرا، همونجور که گفتیم لباسای مدل قدیم مد شدن دوباره، 60-70 دوباره برگشت. بیگودی بپیچونید موهاتون و رژ لبای قرمز، چی میگفتن بهشون، قرمز، یه قرمز، آها، 1 میلیون دلار رد دوباره مد شده که دیگه همه اینا رو باید از نو بریم از تو کمدای مامانامون بکشیم بیرون. خب سر خانم این هفته مرسی که با من هستی، یکم حالا درباره خودمون صحبت بکنیم که از هفته‌های آینده دوست داشتم که تقریبا حالا هر هفته رو که ایشون خانم رئیس جمهور هستن زیاد وقت ندارن با ما وقت بذارن، ولی خب دوست داشتم ماهی یه مرتبه ازت بخوام که بیای با من برنامه رو اجرا بکنی. حتما. و یک مقدار درباره کارامون صحبت بکنیم که ایشالا هر چه زودتر همه چیز آماده میشه. وبسایتمون هست میانابی کوتور که هنوز دارن روش کار میکنن، لباسا رو الان در حدی رسیدن که داریم دیگه شروع داریم میکنیم واسه پروداکشن میدیم، هنوز سایز بندی ها نشده، به محض اینکه سایزا دستمون باشه یه سری از لباسا رو آماده داشته باشیم. و تنها لباس نیستش، همه چیز هستش، لباس، کفش، جولری، یه سری وسیله های کوچیک گیفت، مثل حالت یه آنلاین استور گیفت شاپ هستش، مثل گیفت های کوچیک، هر چیزی که دوست داشته باشین، شال، روسری، گل سر، لباس، همه چیز، ولی همه یونیک هستن، دیزایناشون خیلی هست. کم هستش، از هر کدوم ما زیاد درست نمی‌کنیم، تعدادشون خیلی کم هست، چند تا دونه بیشتر نیست. کارهایی رو که میکنیم و ارائه میدیم برای مردم one of a kind باشه، یعنی اینکه همه جا دیده نشه. ما دوتا خودمون دوست داریم همیشه لباسایی که میپوشیم یا چیزایی رو که توی مهمونی ها میکنیم ترمون ترنه کس دیگه ای نباشه، و مطمئنم خانمای دیگه هم خیلی مثلا من و سحر هم نظر آره. هستن. من و سحر همیشه وقتی لباس میخریم خیلی لباسا رو خیلی وقتا مهمونی ها خودمون درست میکنیم لباسامونو، و همیشه یه پترن میکر و خیاط داشتیم که بین من و سحر کار کرده که طرحهای لباسا رو دادیم و برامون اینا طرحو کشیدن و دوختن، چون که وقتش الان یه مقدار کم داشتیم، چون که خب هم من کار میکنم هم ایشون، ولی خب خیلی وقتا وقتی که لباسی رو از بیرون میخریم هیچ وقت همونجوری که از توی مغازه میاریمش خونه استفاده نکردیم. میتونم بگم 99% لباسامون رو ما دستکاری میکنیم. حالا یا یقش رو عوض میکنیم، یا آستینش رو کوتاه میکنیم، یا آستین اضافه میکنیم بهش، یا روش کار سنگ میکنیم، یا روش کار گیپور میکنیم. یعنی شما هیچ وقت نشده یه لباسی رو تن من ببینیم بگین ای من اینو دیدمش تو فلان مغازه دارن میفروشنش، یا همینطور سحر، یا اینی که اصلا بتونین ریکنایز بکنین بگین این لباس رو ما از فلان جا خریدیم. سو ایدیایی که ما داشتیم این بود که متاسفانه به خاطر اینکه توی خب میسیز و بلومینگدل و چه میدونم مغازه های بزرگ نورسروم اینا به ماس پروداکشن میکنن، مثلا از هر لباسی میرن از هر سایزی 100,000 تا میزنن و از هر رنگی گاد نوز چند تا 1 میلیون. سو چانسش چی که شما یه چیزی رو از یه همچین مغازه‌ای بخرید و کسی دیگه نداشته دیگه باشه. من همیشه یکی از دوستام همیشه بزرگترین فیر وقتی که میخوام برم یه مهمونی عروسی و میگه خب برو الان نوستروم یه پیرهن بخر، برو بلومینگدل یه پیرهن. یعنی من میرم توی مغازه همه این لباسا رو نگاه میکنم، هی زحلم میره خب حالا نکنه من اینو بگیرم خواهر عروس گرفته باشه، حالا نکنه من اینو بخرم فلانی گرفته باشه. خب دلیل اینه هم که ما میخوایم این کارو بکنیم که حالت بوتیک مانن ولی آنلاین باشه، به خاطر اینه که همیشه دوستامون به همون میگن خب شما که این کارا رو کردید و توی این کار توی کار فشن بودین، چرا برای دیگران این کارو نمی‌کنید؟ درست. به همین دلیل چند ماه گذشته من و سپیده سعی کردیم با هم دیگه یه لاین درست کنیم که هنوز داریم روش کار می‌کنیم، هنوز در حد
دیزاین هستش. هنوز به پروداکشن نرسیده. پروداکشن هنوز نرسیده ولی با امید خدا به زودی زود ما we're hoping که با تلاشی که ما داریم میکنیم به امید خدا تا موقع نوروز لاین ما بیرون اومده باشه و آماده باشه بتونیم با شما این رو تقسیم کنیم و همونجور که ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه این وقت رو ما داریم دقیقاً همینی که این وقت رو ما داریم که در خدمت شما باشیم امیدوارم که شما بتونید اینجوی کنید دقیقاً و یه چیز دیگه وقتمون فکر میکنم خانم کارگردان اشاره کردن گفتن که تموم شده ولی خب چی میگن سخن زیاد و وقت کم حرفای خیلی زیادی هست و برنامه‌های خیلی زیادی داشتم امروز که دوست داشتم براتون بذارم ولی متاسفانه وقت نمیشه از خدمتتون مرخص میشیم و امیدوارم که تا هفته آینده که تنکسگیوینگ هستش من هفته آینده اکشنی برنامه ندارم ولی روز تنکسگیوینگ هستش تا اون موقع نمیبینمتون امیدوارم که تنکسگیوینگ خوبی داشته باشین و همونقدر که خداوند تا الان به شما برکت و خوشبختی رو داده از این بیشتر خواهد شد و بشه تا سال آینده چقدر اشاره میکنین به من از اونجا نمیتونی حرف بزنم خداحافظی میکنم خداحافظ نه خلاصه خب سرجونم دوست داشتن از شما خداحافظی بکنن و دیگه از خدمتتون مرخص میشیم مرسی از سپیده عزیز که از من دعوت کرد و مرسی منو که اومدی خودش شریک کرد امیدوارم که به زودی زود دوباره بتونم تو این برنامه شرکت کنم خوشحال میشم من روز خوبی داشته باشید و به امید دیدار آره حالا من دفعه دیگه هم من قرار خاله عمو عمه دایی همه یه فک و فامیلو بردارم بیارم حتی اونم که ایرانن بیاین همتون میخوام همه فامیلو بیارم تلویزیون نه شکر میکنم مرسی که این برنامه رو با من بودین ممنون از آقای رفیعی برای این وقتی که میدن مریم خانوم که همیشه زحمت میکشن و آقای سی همکاری میکنن با من همیشه متشکر و امیدوارم که ازشون چی میگن تشکر میکنم برای این وقت و همکاری و بر شما عزیزان که این وقت رو با من میذارید و هر هفته پای برنامه های من میشینید اگر که کوتاهی کمی هستش به بزرگی خودتون ببخشید و انشالله تا هفته های آینده در خدمتتون باشم خدایا را نگهدارتون باشه.